درود خدمت علاقمندان و دوستداران چنل سود. عرض ادب و ارادت میکنم خدمتتون. با افتخار به حضورتون رسیدم تا توی این رقابت‌های یوروی که فوتبال دنیا رو در بر گرفته و شور و هیجان خاصی در میان علاقمندان فوتبال درست کرده، در خدمتتون باشم با یه صحبت حاشیه‌ای از فرد حاشیه‌ای فوتبال ایران، کسی نیست جز خداداد عزیزی. خداداد عزیزی رو حتما همتون می‌شناسید. در همین مسابقات یورو 2024 با برنامه که ویژه دارن در شبکه ورزش به همراه اشکان دژاگی، جواد خیابانی و رسول مجیدی، من یکی دو روز گذشته یه صحبتی کردم و اون جار جنجالی که درست کرده بود. اما این صحبتی که امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم درباره صحبت‌هایی هستش که خداداد عزیزی و اشکان دژاگی درباره تیم ملی ایران کردن و صحبت‌های به نظر من درستی بود و کادر فنی تیم ملی ایران باید حواسشون جمع باشه، خدمتتون عرض بکنم. و به نظر من از نظر فنی صحبت‌هاشون درست بود، جایی که آقا تیم ملی ایران باید تغییر نسل بده، تغییر نسل درست و اصولی. بازی کرواسی و آلبانی رو کارشناسی و نگاه میکردن عزیزی و اشکان دژاگی، صحبت بر سر این بود که تیم ملی کرواسی با این بازیکنانی که الان داره قاعدتا راه به جایی نخواهد برد. خداداد عزیز اعلام میکرد که آقا این تیم ملی کرواسی مطمئنن بعد از جام ملت‌های اروپا بدون تردید پوست خواهد انداخت. تو همین مسابقات یه بازی رو 3-0 به اسپانیا باخته، یه مسابقه مقابل آلبانی، در حالی که تا لحظات پایانی هم بازی برنده بود به تساوی رسید و متوقف شد در آستانه حذف از یورو 2024. اونجا خداداد عزیز اعلام کرد که آقا مطمئناً کرواسی چون تیم پر افتخاری بوده، در دو تا جام جهانی دوم و سوم شده و نمیخواد که زنگ تفریح حریفان باشه و اون اعتبار خودش رو خراب بکنه، بدون ترتیب بعد از مسابقات یورو فدراسیون فوتبال کرواسی میشینن بحث و بررسی میکنن و این تیم رو به یه صورتی جوونش میکنن که هم دونده‌تر و چالاک‌تر باشه، همین که همون کرواسی باشه که علاقمندانش انتظار دارن. اما اشاره کرد که آقا کادر فنی تیم ملی ایران، شخص امیر قلعونی و کمکاش خیلی به دنبال تغییرات اصولی نیستن و هر کسی که انتقاد میکنه رو یه جورایی یا میگن فوتبال نمیفهمه یا اینکه مسخرش میکنن یا اینکه کلن اصلا گوش نمیدن به حرفش. منظور صحبتهای رحمان رضایی بود که گفته اونایی که فقط اونایی که فوتبال میفهمن میتونن از تیم ملی انتقاد بکنن و صحبت بقیه رو تأثیری براشون نداره و یه جورایی این انتقادات دیگه به خصوص بعد از بازی با ازبکستان که در تهران بدون گل مساوی متوقف شدن و تیم ملی واقعا درجا زد تو این دوتا مسابقه و بازی با هنگ کنگ هم که با اون وضعیت خط دفاعی لرزان، خداداد عزیزی اعلام کرد که آقا حتما با این سابقه که ماها در تیم ملی داریم، من و اشکان و بقیه فوتبالیست‌ها هیچی نمیفهمیم و کادر فنی و رحمان رضایی و امیر قلعه‌نویی و کمک‌های آقای قلعه‌نویی فقط فوتبال میفهمن. ایشون یه کنایه هم زد، گفتش که آقا خوب صحبت کردن و یه جورایی اصطلاحات انگلیسی فوتبال گفتن که دلیل نمیشه فوتبال بلد باشی، که تیم ملی ما داره درجا میزنه و شرایط خوبی نیست. و همین بازی با ازبکستان هم خیلی بد بازی کردن و اصلا هیچ سیستم و کارهای تاکتیکی در تیم ملی نبود و هر زمانی که از تیم ملی علاقمندان ورزش، کارشناسان و خبرنگاران انتقاد میکنن، به جایی که کادر فنی تیم ملی بیاد اون انتقادات درست و سرلوحه کارش قرار بده و بره نقاط ضعف رو درست بکنه و نقاط قوت رو پوشش بده و بهترش بکنه، میان اعلام میکنن که آقا اونا فوتبال نمیفهمن، اونایی که انتقاد میکنن مغرضن و یه جورایی حسودن. خب آقا هم خداداد عزیزی و به نوعی هم اشکان دژاگی گفتن آقا ما بازیکن تیم ملی بودیم، خودمون در تیم ملی بازی کردیم، تیم ملی رو دوست داریم و میدونیم کجای تیم ملی مشکل داره، یا شما خودتون رو به خواب زدید یا اینکه اصلا گوشتون به هیچ عنوان بدهکار انتقادات مردم و خبرنگاران نیست.
من یادم نمیاد که تو این سالیان اخیر، من یادم نمیاد که تماشاگران تیم ملی بیان تو ورزشگاه و تیم ملی رو هو کرده باشن، و این یعنی خیلی کم به وجود اومده، خیلی کم بوده. اما توی بازی با ازبکستان که تیم ملی ایران اصلا صعود کرده به مرحله دوم جام جهانی، مقدم جام جهانی، تماشاگران تو ورزشگاه آزادی از کادر فنی و بازیکن خیلی از خجالت همشون در اومدن و خدمتتون عرض بکنم که شعار حیا کن رها کن دادن. اونو که دیگه آقای قلعه‌نویی، اونو که دیگه حتما شما شنیدید دیگه توی ورزشگاه، اون که دیگه مردم مغرض و حسود و اینجور داستان ها که نبودن که. خداداد عزیزی حسوده، اشکان دژاگی حسوده، بقیه کارشناسان حسودن، مردم هم حسودن. یعنی مردم هم نمیدونن که داستان چیه، کاملا میفهمن نقاط ضعف و قوت تیم ملی رو. و من توی ویدیوام خدمتتون عرض کردم تیم ملی ما با این کادر فنی و با این تشکیلات و این شرایط درجا خواهد زد و مردم ایران مطمئنا نمیتونن امید داشته باشن به تیم ملی که در تهران مقابل ازبکستان هم قدرت پیروز شدن نداره. ازبکستانی که قطعا از کره جنوبی ضعیف تره، قطعا از عربستان ضعیف تره، به طور قطع یقین از ژاپن، استرالیا ضعیف تره. و ما اگه در تهران مقابل ازبکستان نمیتونیم نتیجه بگیریم، مقابل تیم‌های بزرگ چیکار می‌خوایم بکنیم؟ و اینکه آقای قلعه‌نویی یه شعار یاد گرفته همیشه، اونا مغرضن، اونا حسودن و به همین ترتیب بسنده کرده. آقای قلعه‌نویی، مردم فوتبال رو میفهمن، کارشناسان فوتبال رو میدونن، تیم ملی حیات خلوت شما و همکارانت نیستن. اگه شما خودتو به خواب زدی، مطمئنن زود بیدار شو، چون اگه دیر بیدار شی قطار تیم ملی میره و شما در جا خواهی زد. دم همتون گرم، مردم شریف و قهرمان ایران، دوستان هوادار چنل سود، بسیار خوشحالم خدمتتون بودم و افتخار میکنم به حضورتون. شب و روزتون خوش، خدا یار نگهدار.